ولید معلم قائم مقام نخست وزیر و وزیر امور خارجه سوریه روز دوشنبه در سازمان ملل متحد از آنچه دخالت کشورهای خارجی در سوریه خواند انتقاد کرد و گفت تروریست ها از 84 کشور جهان وارد سوریه می شوند و به اسم جهاد مردم این کشور را می کشند. آقای معلم افسود روز این تروریست ها به کشورهای خودشان باز می گردند و آن موقع هیچ کشوری از شر آنها در امان نخواهد بود. الا ان بعض الدول لا تريد ان ترى او تسمع. برخی از کشورها نمیخواهند این موضوع را به رسمیت بشناسند که القاعده به عنوان خطرناکترین سازمان تروریستی جهان و بسیاری از شاخه‌هایش مانند جبهه النصره و دولت اسلامی عراق و بسیاری از این گروه‌ها در حال جنگیدن در سوریه اند. صحنه‌های قتل و کشتار و خوردن قلب یک انسان در تلویزیون نشان داده می‌شود ولی بر وجدان‌های کور اثری ندارد. روز دوشنبه گروهی از بازرسان تسلیحات شیمیایی سازمان ملل که برای دومین بار از زمان حمله شیمیایی به حومه دمشق عازم سوریه شده بودند پس از اتمام مأموریتشان خاک سوریه را ترک کردند. در همین حال وزیر امور خارجه سوریه امروز بر تعهد کشورش به پایبندی بر اجرای پیمان منع سلاح‌های شیمیایی تاکید کرد و تروریست‌ها را مسئول استفاده از این تسلیحات معرفی کرد، عنوانی که رژیم اسد به همه مخالفان خود می‌دهد. ان سوریه معروفه بالوفاء سوریه به انجام تعهدات و وظایفش برای همگان شناخته شده است. بنابراین من به شما از تعهد سوریه به اجرای کامل مفاد کنوانسیون و همکاری با سازمان منع سلاح‌های شیمیایی اطمینان می‌دهم. با این حال همچنان با این چالش مواجهیم که آیا همه کسانی که این سلاح‌ها را در اختیار تروریست‌ها قرار می‌دهند به تعهدات قانونی خود پایبند می‌مانند؟ چون برای ما روشن است که تروریست ها مواد سازنده این گازهای سمی را از کشورهای غربی و منطقه‌ای دریافت کردند. آقای معلم همچنین بر حضور دولتش در مذاکرات پیش روی صلح ژنو دو خبر داد و خواستار حضور همه طرف ها شد. در همین حال لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه روز دوشنبه گفت هدف از برگزاری کنفرانس صلح ژنو رسیدن به توافقی پیرامون تشکیل دولت انتقالی برای سوریه متحدی است که در آن حقوق اقلیت ها محترم شمرده شود. La Russie, si elle veut, peut de toutes les manières mettre son veto. روسیه اگر بخواهد می تواند این قطعنامه را وتو کند. همه قطعنامه یا تنها بخشی از آن را که مربوط به فصل 7 است. برای همین میگویم وارد آوردن فشار می تواند نتیجه دهد، چون هیچ یک از اینها بدون تحلیل نظامی قابل حصول نبود و این امری واضح است. در حالی که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ژنو روز دوشنبه هشدار داد که کمک‌های ارسالی جوابگوی پناهندگان نیست، وزیر امور خارجه سوریه امروز در سازمان ملل خواستار بازگشت این آوارگان شد و گفت دولتش امنیت آنها را تضمین خواهد کرد. احمد فرح بخش، صدای آمریکا، واشنگتن.